بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و برنامه تابستان 67 روایت یک جنایت را به شما پیشکش می‌کنم. پیش از این به 6 برنامه از این مجموعه برنامه نگاه کردیم، مجموعه‌ای که با 2 مهمان داشتم، آقای ایرج مستاقی و آقای مهدی اصلان. ولی برنامه امروز که در پس از اون 6 برنامه داره اجرا میشه، با حضور آقای ایرج مستاقی و من خواهد بود، به این ترتیب یک برنامه 2 نفره هست و موضوع این برنامه نگاهی است به عاملان و آمران و در کشتار شصر و کسانی که در اون کشتار نقش داشتن و امروز در کجای این حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتن و امروز چه میکنن. اجازه بدهید پیش از این که مهمان برنامه رو بر روی صفحه تلویزیون ببینید، به کتابهایشون اشاره کنم که فراموش نکردم. نزیستن نمرگ که یک مجموعه 4 جلدی است، دوزخ روی زمین، بر ساقه تابیده کنف، رقص ققنوس ها و اندوه خاکستر، و در مجموع شما مجموعه کارهای آقای ایرج مستاقی و گزارش ها و بررسی هاشون رو افزون بر کتاب هاشون میتونین در تارنمای خودشون پیدا بکنین. برای کسانی که ممکن است چیزی را به یاد نیارن، خیلی ساده است، شما اگه بزنین ایرج مستاقی بر تارنمای بر موتور جستجوگر گوگل، میتونین به راحتی ایرج مستاقی رو پیدا کنین. ایرج مستاقی از زنده ماندگان و جان به در بردگان کشتار 67 است که در دهه 60 در همون آغازین سالها دستگیر میشه و به این ترتیب تا کشتار 67 در زندان است و امروز شادمانیم که زنده است و در کنار ماست. هر چند هر یک نفر کمتر کشته بشه، باید شادمان بود که یک نفر کمتر کشته شده. حضور ایرج مستاقی و دیگر کسانی که از یادمانهای اون دوران هستند و به ما میگویند که در اون دوران در زندانها چه گذشته، خود یک سند محکم، یک بررسی تاریخ شفاهی برای امروز است تا فراموش نکنیم، برای کسانی که تاریخ را به فراموشی میسپارند. آقای مستاقی، سپاس از حضورتون در برنامه. سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت هموطنان، و تشکر میکنم از اینکه این فرصت فراهم شده تا در مورد یکی از بزرگترین جنایات تاریخ میهنمون و همچنین تاریخ معاصر جهان صحبت بکنیم و راجب عاملان اون و کسانی که به نوعی دستندرکار این جنایت بزرگ بودن صحبت کنیم. من برای کسانی که ممکن است فقط همین برنامه رو نگاه کنن و یا همین برنامه رو در اختیار داشته باشن، چون بسیاری از برنامه‌ها به محض اینکه روی آرشیو ها میره، دسترسی عموم برای این است که خب همون برنامه رو میخوان نگاه کنن، فقط کوتاه بگم که دهه 60 دهه خونبار و بزرگ جنایت جمهوری اسلامی بود و در خود دهه 60 60 تا 63 بیشترین دستگیری ها و بیشترین اعدام ها انجام شد و در تابستان 67 پس از آنکه قطعنامه 598 رو بعد از یک سال آقای خمینی پذیرفت، درست بعد از یک سال دست به یک کشتار و جنایت بزرگ در زندان‌های ایران زدن که هنوز از بسیاری از کسانی که کشته شدن و اعدام شدن، از مزارشون، از جایی که اونها رو دفن کردن، در گورهای به خاک سپردن، نشانی نیست. وقتی از گفته میشه خاوران، فقط اون گوری است که شماری از بچه‌های چپ و چپگرا رو در اونجا دفن کردن و گاه این توهم پیش میاد که آیا وقتی میگن نزدیک به 5000 نفر 4000 نفر همه در این یک گورستان کوچک است، نه اینطور نیست. در برنامه‌های پیشین اگر نگاه کنید خواهید یافت. برای اینکه این زمان برنامه را از دست ندیم، اجازه بدهید برویم به سوی عاملان، آمران، مجریان، و آقای مستاقی ما رو با یکایک این شخصیت‌ها، به ویژه اونهایی که بسیار اهمیت پیدا می‌کنه در این کشتار و حتی اونهایی که نقششون امروز مهمتر جلوه می‌کنه، رو با هم نگاه کنیم. خب برویم به سوی این گروه و از آقای نیری شروع کنیم. بله، ببینید بایستی اول خدمتتون عرض کنم که کشتار 67 درسته که حکمش توسط خمینی صادر شده و
کسی که نقش مهمی در صدور این فتوا داشته یا این حکم داشته احمد خمینی بوده که هر دو امروز در میان ما حضور ندارن و فوت کردن، ولی در هر صورت این محصول یک سیستم بوده، نظام بوده و مسئولین این نظام امروز یا در قدرتن یا به نوعی خودشون هم قربانی این سیستم شدن. همینطور که میدونید اون موقع رئیس جمهور آقای همین سیدعلی خامنه‌ای بودن که امروز رهبر نظام جمهوری اسلامی است، رئیس دولت آقای میرحسین موسوی بودن که امروز در زندان خانگی و حصر خانگی است، رئیس در واقع اون دور مجلس هاشمی رفسنجانی بوده که امروز فرزندش توسط یکی از همون جانیان محاکمه میشه و محاکمه شده، و همچنین موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه، یا بهتر بگم در اون دوران رئیس شورای عالی قضایی بوده، هنوز تغییر سیستم ایجاد نشده در سیستم قضایی، و ایشون هم رئیس دیوان عالی کشور بودن و هم رئیس شورای عالی قضایی بودن، یعنی بالاترین پست قضایی در اختیار ایشون بود. خب میدونید اینها همه در این جنایت مسئولیت دارن. حالا میرسم به خود موضوع. آقای میرحسین موسوی در واقع رئیس دولت بودن و محمد محمدی ری شهری وزیر اطلاعات نقش بسیار بسیار مهم و تعیین کننده در این کشتار داشت. نماینده وزارت اطلاعات هم اتفاقا نقش مهمی در همه دادگاه‌ها در سراسر کشور، هر جایی که دادگاه برگزار شد، نقش مهم و تعیین کننده رو او داشته، بنا به صحبت آیت الله، شهادت آیت الله منتظری که اطلاع جامع داشتن از هیئت‌ها در شهرستان‌های مختلف و حکام شهر به ایشون گزارش دادن. حالا ببینید سازماندهی کشتار به عهده وزارت اطلاعات بود، یعنی محمدی ری شهری معاونت های این در واقع وزارتخونه و خب مثلا فلاحیان قائم مقام آقای موسوی، آقای محمدی ری شهری بوده و مطمئنا نقش مهمی داره در این کشتار. و وقتی که بیاییم به خود کشتار که میرسیم، همونطور که شما فهمیدید و در سوالتون هم بود، حسین علی نیری نقش بسیار مهمی داره، برای اینکه ایشون رئیس هیئت کشتاره. ببینید نیری در سال 58 وارد سیستم قضایی شده و از همون موقع تبدیل شد به یکی از نزدیکان محمدی گیلانی و در واقع به نوعی نقش وردست محمدی گیلانی رو از همون ابتدا داشته و رابطه بسیار بسیار نزدیکی را هم با محمدی گیلانی داشت. من دیدم در خاطرات آقای عزت الله صحابی، مهندس عزت صحابی بوده که نیری داماد محمدی گلپایگانی است که درست نیست، ایشون داماد محمدی گلپایگانی نیستش، اما میتونم بگم به نوعی فرزند معنویش هست، به ویژه که محمدی گیلانی سه تا پسر داشت و هر سه پسر او از اعضای مجاهدین بودند و دوتاشون در درگیری با نیروهای رژیم کشته شدند، هم کاظم و هم مهدی، و فرزند دیگرشون جعفر در تصادف رانندگی کشته شد در سال 58، هر سه فرزند ایشون. و خب از اونجایی که دیگه پسر نداشت، ظاهرا فرزند معنوی شده بود یک جانی دیگه که نیری باشه. نیری از همون ابتدا در اوین مستر کار بود و احکام اعدام بیشماری رو صادر کرد. بعد از اینکه محمدی گیلانی به شورای نگهبان رفت و بعداً به دبیری شورای نگهبان هم حتی رسید، آقای نیری رئیس حکام شهر اوین شد، یعنی به جای محمدی گیلانی
آقای نیری، حسین علی نیری شد رئیس حکام شرع اوین و در واقع حکام شرع زیر نظر او کار میکردن. در سال 67 ایشون از موضع رئیس حکام شرع اوین به حکم خمینی شد رئیس هیئت کشتار در تهران که اعدام ها رو در اوین و گوهردشت هیئتش رو او اداره میکرد. بعد از کشتار نیری مورد تشویق خمینی قرار گرفت، بسیار مورد اعتماد خمینی بود و خمینی در احکامی که صادر کرد بعد از کشتار سال 67 این علاقه رو نشون داد. برای اینکه درست بعد از پایان کشتار سال 67 نیری و رئیسی که عضو دیگه هیئت کشتار بود ابراهیم رئیسی، این دو از طرف خمینی چندین حکم دریافت کردن. این احکام همه علنی بود، در مطبوعات نوشته می شد، انتشار پیدا می کرد، در رادیو تلویزیون خونده می شد این حکم ها و خمینی در اون حکم ها اشاره داشت که اینها به شهرستان ها برن، پرونده های قضایی که در واقع مدت ها مورد رسیدگی قرار نگرفته یا با کندی همراه بوده رو خارج از حتی کادر خود اصول قضایی رژیم که حاکم بود، خارج از اون کادر اینا بهش رسیدگی کنن، که اعتراض شورای عالی قضایی رو هم برانگیخت، چون اینا رو دور زد میزد خمینی و بیش از پیش اعضای شورای عالی قضایی رو تحقیر میکرد. منتها خمینی از موسوی اردبیلی خواست که تمکین بکنه و او تمکین کرد و این دو به شهرستان ها می رفتن و احکام بسیار بسیار سبعانه ای رو صادر و اجرا می کردن بلافاصله. مثلا در شیراز در همدان متهمی رو سرش رو قطع کردن و روی مقبره ابوعلی سینا توی همدان گذاشتن و همینطور در شهرهای دیگه در شمال کشور در دورود یادمه اینا رو اخبارش تماما در نشریات می اومد. نیری بعد از اون توسط خمینی انتخاب شد به توصیه و پیشنهاد کروبی و تون پیشنهاد کروبی و ثانعی، شیخ حسن ثانعی تاکید کردن به خمینی که ما پیشنهاد میکنیم نیری رو که بسیار مورد تایید شماست و سابقه انقلابی هم داره، چون اونا همشون در واقع میدونستن که او تازه از کشتار 67 بیرون اومده، اون همه قتل عام، اون همه کشتار، اون همه خون، بنابراین سابقه انقلابی داره، مورد تایید شما هم هست، از شما درخواست میکنه ایشون رو مسئول رسیدگی به پرونده هایی که برمیگرده به فرمان امام. فرمان امام در واقع برمیگشت به احکامی که صادر میکردن دادگاه انقلاب برای مصادره اموال. میدونید که میلیاردها دلار از سرمایه های مردم، به خصوص حتی نه فقط کسانی که وابسته بودن به سلطنت پهلوی، نه حتی کسانی در خارج از کشور هستن و هیچ ارتباطی هم ندارن، اموال بلا صاحب و و و و میلیاردها دلار رو فرمان مصادرش رو، قارتش رو همین آقای نیری صادر کرد و بعد تشکیلات عظیمی رو به وجود آوردن که امروز امپراتوری 95 میلیارد دلاری خامنه ای رو تشکیل میده. سنگ بنای این اون موقع گذاشته شد، ولی منتهای مطلب نه به کروبی وفا کرد و نه به سید حسن ثانعی. خمینی هم که به سرعت فوت کرد، این در اردیبهشت 68 درست یک ماه قبل از فوت خمینی است این فرمان صادر شده و میوه اون رو خامنه ای در واقع بهره برد ازش. ایشون بعدش بعد از کشتار، بعد از این نقشی که در هیئت ویژه خمینی داشتن، معاون دیوان عالی کشور شدن، معاون حقوقی دیوان عالی کشور. یعنی ببینید همینطور هی داره پست میگیره، همینطور هی داره ارتقای مقام پیدا میکنه. محمدی گیلانی
از شورای عالی از شورای نگهبان منتقل شده بود به دیوان عالی کشور. یعنی محمدی گیلانی در سال 68 شد رئیس دیوان عالی کشور در سازماندهی جدید دستگاه قضایی، موقعی که شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه شد در دوران خامنه‌ای، ایشون شد رئیس دیوان عالی کشور. معاون قضاییش همون جفت جدای ناپذیرش که آقای نیری باشه شد. نیری از اون موقع تا پارسال معاون قضایی دیوان عالی کشور بود، یعنی بیش از 2 دهه. مدت زیادی اداره دیوان عالی کشور هم به عهده‌اش بود. چرا؟ به خاطر اینکه گیلانی مریض بود. بعد از گیلانی آقای مفید، آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور شد. از اونجایی که آیت الله مفید وامدار نیری بود، همچنان نیری رو باقی گذاشت. حالا چرا؟ جدای از اون سیستم مراتب و اینها، به خاطر اینکه در جریان کشتار سال 67 پسر آیت الله مفید تو زندان بود و ما هم بند بود و حکم ابد هم داشت. یکی از نادر زندانیان است که حکم ابد داشت و نیری چون پدرش رو میشناخت و روابطی با هم داشتن از اعدام او صرف نظر کرد. البته برادرزاده آیت الله مفید رو اعدام کردن که فامیلی دیگه ای داشت. این از سال گذشته ایشون شد رئیس دیوان انتظامی قضات، دادگاه انتظامی قضات، و علی‌رغم مخالفت هایی هم که شده بود که یا تلاش خود او که همچنان در دیوان عالی کشور بمونه، ولی او رو منتقلش کردن. لاریجانی او رو مسئول دادگاه انتظامی قضات کرد. الان مسئول دادگاه انتظامی قضات. خب اگر از نیری، اگر ما بخوایم در تمام این لیست ها اینطوری بمونیم، شاید 10 تا برنامه شما بعد نخواهش. خب بریم. یکی از کسانی که این روزا مردم میشناسن و چهرهش رو بیش از هر کسی میبینن، شاید بیشتر میتونه به ذهن بیاره این رابطه ها رو، پور محمدیه. بله. پور محمدی در وزارت دادگستری است که بنابر اصل زندگی مردم باید جای عدالت خانه است. عدالت خانه‌ای که در زمان پس از مشروطیت تشکیل شده، عدالت خانه یعنی دادگستری امروز. خب ایشون که از آغاز این ماجراها به ویژه در کشتار 67 شما عنوان یک فرد همواره تصویرش هم نشون دادیم. بله. دوران جوانیشه و هنوز حتی لباس طلبگی هم باش نیست، در کنار این هسته. امروز در بیدادگاه میکنه، به جای دادگاه در دادگستری به حکم یک بیدادگاه. این آقای پور محمدی. بله. ببینید پور محمدی همونجوری که توی تصویر قبل هم نشون دادن، در زندان لباس روحانیت تن نمی کرد. ایشون متعدد 1338 و از سال 58 تو دستگاه قضایی بودن. ابتدا بعد از اینکه مدتی در تهران بودن و بعد منتقل شدن به بندر عباس، خوزستان و بندر عباس. در سال 60 جنایات بسیار زیادی رو در بندر عباس مرتکب شد. میدونید بندر عباس یکی از مراکز نیروهای سیاسی در استان هرمزگان و در جنوب ایران بود. در اونجا قل و قمع عجیبی رو پور محمدی سازماندهی کرد و اجرا کرد در حالی که فقط 22 سال داشت، و بعد از اونجا دستخوش گرفت و منتقل شد به مشهد همراه با رازینی، و این دو در مشهد سازماندهی کشتار رو به عهده داشتند و چه بیرحمی ها که در مشهد نکردند. تا سال 63 در مشهد بود، بعد این دو به تهران فراخونده شدن. یعنی در اون 3 سال کشتار بزرگ دهه 60 مشهد رو ایشون خلاصا این دو بودن، رازینی و پور محمدی. به تهران فراخونده شدن برای رسیدگی به پرونده سید حسین موسوی تبریزی، یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت و یکی از کسانی که تا مرفق دست به خون آغشته داره. موسوی تبریزی یکی از بزرگترین جنایتکارانه که از ابتدای انقلاب حکم حاکم شرعی داشته و دادستان انقلاب اسلامی تبریز بوده. منتها موسوی تبریزی رو
انتخابش کردن برای رسیدگی به پرونده سینمارکس آبادان. چرا؟ چون موسوی تبریزی یکی از کسانی بود که در این آتش دوزی دست داشته و همراه با پدرزنش که امروز لباس مرجعیت به تن داره و آیت الله نوری همدانی. میدونید اون اتفاقا من یه برنامه هم داشتم در همین تلویزیون اندیشه و یه هموطنی اومدن و از بستگان یک سطفان یک افسر پلیس بود که توسط او به قتل رسید، ناجوان مردانه. اینو بگم خدمتتون که ایشون آقای یعنی موسوی تبریزی یه چک خورده بود از اون افسر به خاطر خلافی که انجام داده بود و بعد با اینکه اون افسر در مرخصی بود در روز 28 مرداد، یعنی 28 مرداد یا همون روزی که سینمارکس آتش گرفت، این افسر رو به اعدام محکوم کرد. حالا چرا اساسا موسوی تبریزی رو فرستادن اونجا؟ برای که این سازماندهی و انجام این کشتار وحشیانه و این آدم سوزی توسط روحانیت، توسط نیروهای حزب اللهی، توسط کسانی که بعدها همه قدرت رو در دست داشتن در منطقه. ببینید فلاحیان رئیس کمیته اونجا شد بعدن، دوست صمیمی، رفیق، یار و غار همین موسوی تبریزی که امروز ادعای اصلاح طلبی داره در قم، مجمع روحانی، مجمع مدرسین و محققین و حوزه علمی قم، یه دکونی این ادارش میکنه. موسوی تبریزی بعداً برای پرده پوشی از تبریز و آذربایجان فرستاده شد به خوزستان برای اداره این پرونده و رشیدیان که بعدا نماینده مجلس شد، اون موقع یکی از گردانندگان شهر بود به اضافه علوی کیا، او هم از کسانی بود که در این جنایت دست داشت. کیاوش عوض میخوام بعدا فامیلش عوض کرد. و خب خود موسوی تبریزی به خوبی در جریان امر بود، بهشتی اونو مأمور کرد، حزب جمهوری اسلامی و قدوسی همه اینها از ماوقع با خبر بودن و به همین دلیل او رو فرستادن و او هم اداره کرد پرونده رو و عده‌ای رو بیگناه رو به اعدام محکوم کرد. منتها در سال 63 پرونده او بالا گرفته بود، او به خاطر سوء استفاده های جنسی از متهمین و از خانواده متهمین در تهران، چون میدونید بعد از کشته شدن قدوسی او رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران مرکز شد، اوز میخوام داستان کل کشور شد و در تهران مستقر بود. ایشون خانومی رو که همسرش زندانی بوده باهاش روابطی رو برقرار کرده بوده و بعد تو اختلافات درونی رژیم این از پرده بیرون افتاده بود، این تنها کار ایشون نبود و بعد فشار زیادی بود روی خمینی و بیت امام برای برکناری او و میخواستن محاکمش کنن. حتی این دو نفر رازینی و پور محمدی مأمور رسیدگی به این پرونده شدن، پرونده موسوی تبریزی رو به این دو دادن. این دو خارج از اوین، خارج از سیستم قضایی رژیم، اونجا خونه‌ای رو بهشون دادن و اینها رسیدگی کردن و موضوع رو کاملا بهش پرداختن. همه زوایای امر روشن شده بود، اون خانوم، اون موضوع و حتی موارد دیگری از فساد که او داشت. کل پرونده رو تحویل خمینی دادن و گفتن، فقط خمینی گفتش که او از داستانی استعفا بده بره و پرونده رو هم به دستور خمینی از بین بردن. میخوام بگم میزان اعتماد به آقای پور محمدی در سن 24-25 سالگی تا چه حد بوده که پرونده یکی از مهمترین مهره های رژیم رو به او دادن برای رسیدگی. بعد او اومد در وزارت اطلاعات، در وزارت اطلاعات بود،
در وزارت اطلاعات آهسته آهسته رشد کرد و بعد مسئول بخش خارجی به عهده‌اش، مسئولیت بخش خارجی رو داشت و در جریان کشتار سال 67 نماینده وزارت اطلاعات بود در این کشتار. بعد از اون ارتقای مقام گرفت در دوران فلاحیان و قائم مقام وزارت اطلاعات شد برای مدت. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای میدونید که او نقش مهمی در قتل‌های زنجیره‌ای داشته، فقط نه فقط هم قتل‌های زنجیره‌ای، اون 4 تا قتل زنجیره‌ای که مطرح شد، فروهرها و مختاری و پوینده و اینها، نه صدها قتله که بسیاریش مربوط به زندانیان آزاد شده است و اون نقش مهم و اساسی در اینها داشت، در سید کردن و کشتنش و حتی در عملیات‌های خارجی که در خارج از کشور ترورهایی صورت می‌گرفت، عملیات‌هایی صورت می‌گرفت، چون بخش خارجی را اداره می‌کرد زیر نظر او بود. و از جمله یکی از مواردی که ایشون مسئولیت مستقیم داره، پور محمدی، حمله به جهانگردان آمریکایی است در اصفهان و یکی از کارگزاران او که بعداً معاون لاریجانی بود در مذاکرات هسته‌ای، ایشون جواد، الان فامیلیشون رو یادم بیاد، مسئولیت عملیاتی این رو به عهده داشت و مذاکرات هسته‌ای رو هم او در دوران آقای علی لاریجانی اداره میکرد به جای این ظریف و عراقچی و اینا، یک نفری که اتفاقا حمله کرده بود به هدایت کرده بود حمله به اتوبوس جهانگردان امریکایی در اصفهان و در سال 77 به عهده داشت. حالا پور محمدی یه همچین سابقه داره در قتل‌های زنجیره‌ای، چون دستش رو شده بود، نقشش رو شده بود، مجبور شد به کنارگیری همراه با دوری نجف آبادی و بعد به بیت خامنه ای رفت و در اونجا همراه با اطلاعاتی های دیگه مثل حجازی و مثل میثم یا همین طائب، اینها اطلاعات موازی رو همراه با ذوالقدر رو اینها اونجا راه اندازی کردن، یه سازمان اطلاعات موازی که همون سازمان اطلاعات موازی هم مرتکب جنایات زیادی شده. بعد از اون در دولت اول احمدی نژاد شد وزیر کشور و بعد از وزارت کشور شد رئیس سازمان بازرسی کل کشور و امروز ایشون وزیر دادگستری است. به نکته جالبم اینجا بگم، یک کسایی که توی خارج از کشور دم از حقوق بشر و خودشون رو روشنفکر حوزه عمومی معرفی میکنن و تو همین لس آنجلس اینا، متاسفانه در همین خارج از کشور محافلشون رو ایرانیانی که دم میزنن از این که زخم خورده رژیمن پر میکنن و برای اینها زمین سازی میکنن، لابیگری میکنن که جوایز بین‌المللی رو به اینا بدن و براشون مترجمی میکنن، ایشون وقتی که پور محمدی وزیر دادگستری شد در دولت همین روحانی به استقبالش رفت و گفت این انتخاب باعث می شود که زندانی ها آزاد شوند، پور محمدی چنین کند چنان کند، چنان داستانی برای پور محمدی ساخت که گویی پور محمدی قرار است بیاید و معجزه کند. لااقل دو سال گذشته، همه هموطنانی که امروز صدای منو میشنون، ادعای منو میشنون، میتونن سرچ کنن، بزنن، ببینن اکبر گنجی دو سال پیش موقعی که پور محمدی، این جنایتکار بزرگ علیه بشریت که به خاطر جنایاتش بایستی محکوم بشه، پاسخگو بشه در مقابل عدالت، به پست وزارت دادگستری میرسه، یعنی قضا و عدالت رو شما به تمسخر میگیرید، چه ها گفته؟ حالا میتونن برن خودشون ببینن. پور محمدی امروز همچنان وزیر و البته قطعا که اینها یه روزی بالاخره بایستی جوابگوی این اعمالشون بشن. بگذاریم از آقای پور محمدی رئیسی. ببینید رئیسی در اون دوران کشتار 67، همونطور که در برنامه‌های پیشین هم شما بهشون اشاره کردید، نقش به قول شما نقش اساسی داره که کمتر بهش پرداخته میشه. ببینید سید ابراهیم رئیسی
اون متولد 1339 از 58 بازجو بوده، تو سیستم قضایی بوده، بعد اومده کرج بازجو شکنجهگر و بعد شده دادستان کرج، در حالی که 20 سالش بود دادستان کرج شده. ببینید یک جوان 20 ساله دادستان انقلاب اسلامی کرج میشه. کرج یکی از مهمترین شهرها بود و دادستانی اون نقش بسیار مهمی در سرکوب داشت. میدونید بسیار از کارخانجات تهران در کرج هستش و از اونجایی که کرج نزدیک تهران هم بود، دادستانیش اطلاعاتش بعدها نقش مهمی داشتن و زندانیان زیادی داشت کرج و خب رئیسی مسئولیت مستقیم داشت در سرکوب اینها و همیشه چه در زندان و چه در محاکمات و چه در وضعیت که اونا داشتن، کرجی ها وضعیت بدتری داشتن نسبت به ما. با اینکه توی بند بودیم گاهن یا بغل هم دیگه بودیم، در یه زندان بودیم، شرایط اونا با شرایط ما متفاوت بود. حتی در کشتار 67 هم کرجی ها موقعیت بسیار بسیار بدتری نسبت به ما داشتن. چرا؟ چون یکی از اعضای هیئت که رئیسی بود همشون رو میشناخت. یک، فاتح مسئول اطلاعات و مهدی نادریفر دادستان کرج در کشتار 67 تو هیئت بودن. یک نفر کرجی که وارد میشد، این سه تا نقش تعیین کننده پیدا میکردن و چون هر سه تاشون همه رو میشناختن، موقعیت بسیار بسیار سخت میشد برای کسی که مقابل دادگاه ایستاده بود. ببینید ناصریان، حالا بعدا که بهش میرسیم، هر کسی رو که میشناخت، شیخ محمد مقیسی، هر کی رو که میشناخت متهمش بود، بازجوییش کرده بود سال 60، تو کشتار 67 دید برد دادگاه، انقدر وایستاد تو حکم اعدامش گرفت شیخ محمد مقیسی. به این دلیل این رئیسیه. رئیسی دادستان کرج بود. زمانی که رازینی جانشین لاجوردی شد در دادستان انقلاب اسلامی مرکز، او از کرج اومد تهران و شد معاون گروهکی دادستان انقلاب اسلامی مرکز که رازینی بود. دادستانی سه تا معاونت داشت: معاونت اقتصادی، مواد مخدر و منکرات، گروهکی. گروهکی یعنی همین سیاسی، یعنی امنیتی. مهمترین دادستان هم همین بود و از موضع امنیتی یا به قول اینا گروهکی نقش مهمی تو سرکوب داشت و در زمانی که اشراقی جایگزین رازینی شد در دادستان انقلاب اسلامی مرکز، یعنی مرتضی اشراقی، بله. همین که در هیئت مرگ شما همواره اشاره کردین، بله، که نقش اساسی داره، بله. تصویری هم داریم، بله، ازش که تصویری چندان، بله، جالبی هم نیست، بله، ولی خب دوستان نشون میده، بله. در صورت او اون موقع هم دادستان بود، معاونت دادستان رو داشت و معاونت گروهکی رو داشت و در واقع دادستان اصلی در ارتباط با گروه های سیاسی آقای رئیسی بود. درست پست رسمن اشراقی بود، ولی اما به طور عملی رئیسی بود و نقش اساسی رو رئیسی داشت. تو خود هیئت کشتار 67 هم رئیسی نقش اساسی رو داشت. من خودم رئیسی رو دیدم. بچه‌هایی رو که می‌بردن اعدام کنن، گاهن بچه‌ها پولشون رو پاره می‌کردن. درست اینا نیفته. پولی که تو جیبشون بود. من یه روز دیدم که رئیسی نشسته بود پشت میزش. درست توی اتاقی روبروی اتاق دادگاه بود. من رفتم توالت، از توالت که برمیگشتم میدیدم، چون چشمم به جای چشمم لنگ به چشمم بود و راحت میتونستم ببینم. میز که نشسته بود جلوش اینقدر پول بود، پولای پاره شده و او از غیظ بیشتر پارهش میکرد. و اتفاقا رئیسی خودش به من تو کشتار 67 گفتش که فرمان امام دیگه تعارف نداریم، میخوام در زندانو ببندیم، همه رو یا میکشیم یا آزاد میکنیم. حالا بماند بعدن دلشون نایمد ما رو آزاد نکردن، ولی که این چیزی بود که خود رئیسی تقویت میکنه از 21 به بعد، 22 به بعد مرداد ماه که همه چی دیگه علنی شده بود مطرح میکرد. منتها رئیسی
از سال 68 به بعد وقتی که آقای اشراقی از پست دادستانی انقلاب اسلامی مرکز برکنار شد، ظاهرا نسبت به عملکرد او حرف و حدیث بود. تو هیئت کشتار 67 هم تا حدودی اشراقی ترمز هیئت بود. قصدم این نیست که بگم او جنایتکار نبود، نه، پاکسازی نیست، پریسازی نیست، بله، قصدم اون نیست، میخوام واقعیت رو بیان کنم. اتفاقا تنها کسی بود که ارتقای مقام پیدا نکرد و تنها کسی بود که بعد از کشتار 67 دادستانی رو ترک کرد و رفت به دیوان عالی کشور. این احتمال هست، دلیلش این بود. ببینید، خمینی یا سازمان یا اون تیمی که کشتار رو سازماندهی میکرد یا برنامه ریزی کرده بود تو حاکمیت، فکر همه جا رو کرده بود. آقای اشراقی آدم یا نماینده یا آدم آیت الله گلپایگانی بود و صافی گلپایگانی که هنوز زنده است، چون اون گلپایگانیه و قبلا داستان اصفهان بود. از اونجایی که اون هیئت میخواست حمایت گلپایگانی رو داشته باشه، خمینی میخواست مبادا یه موقع اینا یه حرفی بزنن یا مخالفتی بکنن یا بلاز شرعی زیر سوال ببرن، نماینده خود اونو یا آدم خود اونو دستشو بند کرد تو کشتار که همین اشراقی باشه. یعنی این هم تیزبینی و برنامه ریزی اعضای اون کسانی یا اتاق فکری که کشتار رو برنامه ریزی کرده بود و فکر همه جاشو کرده بود. اشراقی از این بابت بود که وارد این داستان شد. اشراقی حقوقدان بود و دانشترهای عالی حقوق خونده بود شبانه قبل از انقلاب و بعدن هم که رفت دیوان عالی کشور، رئیسی که از شعبات بود، بازنشسته که شد مثل خیلی از حکام جنایتکار شهر یا قضات جنایتکار رژیم دفتر وکالت باز کنند و پولهای کلان به چیب میزنند. به خصوص این آقای اشراقی با توجه به موقعیت که تو دیوان عالی کشور داشته، دادستانی داشته، نفوذی که داشته، پرونده های بسیار بسیار مهم رو اداره میکنه، میگیره، مال کارخانجات، مؤسسات بزرگ، چیزایی که خیلی توش پول هست، اونا رو براشون رفع به قول خود مشکل میکنه. یکی از محل درآمدشه و حالا من راجع به نزدیکانش اینا هم توضیح دادم تو سایت هم و اینها میتونن نمیخوان دیگه حالا به اون بپرسن. ولی ایشون دفتر وکالتشون تو خیابون سپند، ویلا نفش سپند. خب بیایم از اشراقی هم عبور کنیم برای که به بیشتر اینها بتونیم برسیم. میخوام چون تنها کسی که ازش تصویر نداریم شیخ محمد مقیس است. بله، اجازه بدین که بدون تصویر به اون بپردازیم. بله، چشم. ببینید، شیخ محمد مقیس در واقع اسم در دهه 60 بازجو بود. بازجو شو سه اوین بود، بهش میگفتن ناصریان. اسم اصلیش محمد ناصر مقیس است. ناصریان رو از روی اسم وسطش ساخته، محمد ناصر مقیس، و به همین دلیل اسمش رو گذاشته بود در دهه 60 محمد ناصریان، شیخ محمد ناصریان. ولی در واقع فامیلیش مقیسه است، ناصر مقیسه. چرا ازش هیچ تصویری نیست؟ والا سعی میشه که خب تصویر اینا رو نیاد. نیری هم تصویرش نبود. خب الان نشون داد همه جا هست، حاکمه همه جاست. برید، نیری نه اسمش بود و نه تصویرش. تصویر نیری رو من صدها ساعت روش انرژی گذاشتم و آخر توی عکسای عمومی پیداش کردم و بعد خیلی ها به اشتباه اون رو جعفر معرفی میکردن. جعفر نیری یکی از حکام شهر جنایتکاریست که در سال 64 کشته شد در سقوط هواپیما که عراق زد و بسیاری از حکام شهر کشته شدن، از جمله جعفر نیری هم کشته شد که یه جانی واسه خودش بود. گروه های سیاسی از جعفر نیری نام میبردن به عنوان رئیس هیئت کشتار و رژیم هم آگاهانه نه عکس اینو منتشر میکرد و نه اسم کوچیکش رو.
باز من اسم کوچیکش رو من نوشتم که این حسین علی است، راجبش مقاله نوشتم، توضیح دادم و بعد عکسش رو هم به این ترتیب من پیدا کردم. بعد از اینکه من پیدا کردم، بعد از اینکه من انتشار دادم و نوشتم راجب نیری، اون وقت بود که دیگه عکسش رو منتشر کردم و اسمش رو منتشر کردم. ولی الان خب مقایسه تمام این دادگاه که این روزا تو خبرها میبینیم ایشون همه مقایسه همه جا هست و اتفاقا مقایسه حواسشون هست، حتی تو جمع‌هایی که میره دیگه نمیره، یعنی بین خودشون مخالف ندارن که در بین خودشون در این رقابتایی که وجود داره. ببینید بحث بر سر اینه که همه توی کشتی نشستن، شاید چون پسر رفسنجانی رو داره محاکمه میکنه، مهدی هاشمی رفسنجانی رو شیخ محمد مقایسه داره محاکمه میکنه. من همین نکتهش اینجاست که لااقل خانواده رفسنجانی، همین هایی که مدعی هستن، میتونن اینو انتشار بدن. من بارها و بارها سالهاست نوشتم و ایشون سه تا زن داره، آخریش دختر جوانیست که ظاهرا خانوادهش نذر کردن و او قربانی این ارتباطات شده. ایشون در محافل آقای شیخ محمد مقایسه، مثل بسیاری از مسئولین دستگاه قضایی، مثل بسیاری از مسئولین دستگاه قضایی، بالاترین مسئولین دستگاه قضایی، از جمله همین پور محمدی، از جمله محسنی اژه‌ای، اینا شرب خمر میکنن، مشروب میخورن، برندم میخورن، نه اینکه فکر کنید مشروب دستاز و فلان اینا. انحرافات جنسی شدید دارن و اضافه بر اینها رو خدمتتون بگم، تریاک استفاده میکنن در تمام محافلشون. همین آقای شیخ محمد مقایسه که سکته هم کرده، سکته مغزی هم کرده بود ایشون و مدتی صورتش هم کج بود، در پیار دو سه سال اخیر عرض میکنم، سه سال اخیر ایشون حالا شوربه خمرشو میگه تجویز دکتره. البته علما همیشه شوربه خمرشونو و هر فسادی رو میگن تجویز دکتره. بقیه شون هم همینطوری هست، بقیه شون هم به همین ترتیب عمل میکنن. و مقایسه بعدها شد دادیار قزلحصار بود، دادیار اوین بود، دادیار گوهردشت بود. در جریان کشتار 67 هم دادیار بود هم سرپرست زندان گوهردشت بود. به همین دلیل در دادگاه ها شرکت میکرد، در افراد رو انتخاب میکرد، به هیئت میبرد، افراد رو پافشاری میکرد و سازماندهی کشتار رو خودش شخصا به عهده داشت و بیشترین نقش رو هم در کشتار در زندان گوهردشت داشت. در بسیاری از دادگاه های اوین هم شرکت میکرد به خاطر شناختش از زندانی ها. من یادمه در راهرو مرگ من میدیدمش، او مثل بالرینا میرخزید از خوشحالی، مثل بالرینا از خوشحالی میرخزید و وقتی که میتونست هیئت رو نگه داره من میدیدم. من یک بار دیدمش دستاشو در حالی که تکون میداد به یکی از پاسداران به نام فرج که افسر نگهبانم بود، از پاسداران قدیمی گوهردشت بود، میگفت هیئت رو نگه داشتم، برو آشپزخونه بگو براشون جوجه کباب و کباب درست کنن. حالا چرا خوشحال بود؟ برای اینکه میدونست هرچی هیئت بیشتر باشه بیشتر ادام میکنن و این خوشحالیش از اینجا بود. شیخ محمد مقایسه بعدها شد مسئول ساختمان دادستانی در اوین و بعد منتقل شد به خیابون معلم، اونجا رو داره میکرد. در همین حین به اصطلاح در دانشگاه آزاد اسلامی و در دانشگاه یه ماده 187 بود، مجلس تصویب کرده بود همه این جانیان و همه این اراذل و اوباش که تو دادستانی بودن بسیارشون رفتن و قاضی شدن، دکترای حقوق خوندن. اینم از همون تیر است و الان هم رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران هستش و از اون میدونید تو این دوران کشتار تو دوران 88 هم نقش خیلی مهمی داشت در سرکوب جنبش و در صدور احکام جنایتکارانه و خب امروز هم که همچنان در همین پست هست و صابونش فعلا به تن خانواده رفسنجانی هم خورده. خب اگر ریزی بدین من برای اینکه نظر تصویری یه مقدار استراحت ذهنی هم به شما بدیم، درسته که هنوز اسمایی باقی مونده ولی شما یه کاری کردین در مسائل مجامع بین المللی، کوشش کردین این مسئله پیگیر کنید، گرچه هنوز تمام این بحثای دادگاه های جنایت علیه بشریت و تمام قوانینی که داره، نمیدونم از زمانی که تشکیل شده اگر جرمی پیش از اون اتفاق افتاده نخواهد شده و تمام این پیچیدگی خودش داره، ولی دست کم از نظر
نمادین یک کارهایی انجام شده مثل داستان ایران تریبونال و این دارف. اگر ممکنه در اون به بخشی بپردازیم که شما در روی مسئلهی به اسم مجید قدوسی کار میکنین. بله برید مجید، من برای این که با نیما سروستانی هنرمند مستندساز یا سینماگر مستندساز میهنمون کار میکردم، با نیما و سالها بود به دنبال نیما به دنبال تهیه فیلمی بود در ارتباط با کشتار 67 یا در ارتباط با جنایات رژیم و مسئله دادخواهی. بیش از 10 سال ما با هم کار میکردیم روی این فیلم که بعدها خب این فیلم تهیه شد و در مجامع سینمایی و بین‌المللی هم جوایز زیادی رو تا حالا بهش اختصاص پیدا کرده. من اونجا تونستم با مجید قدوسی یه تماسی بگیرم. مجید قدوسی یکی از جنایتکارانی است که در دهه 60 در زندان اوین مرتکب جنایت بیشماری شده، چون مجید قدوسی از سال 58 تو جوخه‌های اعدام بود. یعنی مثلا او یه موقعی با خوشحالی برای زندانی‌ها تعریف می‌کرده بود که هویدا رو چجوری کشتن. و بعد مجید قدوسی به اوین منتقل شد، از قصر به اوین اومد، در اوین مسئولیت داشت، مسئولیت بخش 325 اوین رو داشت و بعدها مسئولیت آموزشگاه اوین رو، یه بخشی بود به نام آموزشگاه، و بعد دادیار شد، اجرای احکام و دادیار زندان و از کسانی که میخواستن آزاد کنن مصاحبه میگرفت یا کسانی که میخواستن بشکنن مصاحبه میگرفت. یکی از چهره های معروف اوین بود، یه لات لومپنی هم بود و بعدها نقش اساسی داشت در فوتبال تهران، به خصوص در کمیته برگزاری فوتبال، عضو فدراسیون فوتبال، عضو فدراسیون شده بود از طریق مهدی اربابی که خودش در کمیته سعدآباد بود و بعد در فوتبال مشغول بود و از عوامل سرکوب بود مهدی اربابی در تجریش روابط نزدیکی بین کمیته سعدآباد و اوین و امثال مجید قدوسی بود. مجید قدوسی به این ترتیب تو فوتبال رفت، با بسیاری از فوتبالیست‌ها اگر ببینید عکس داره همراه اوناست، آدم بسیار لوده‌ای هم هست، یا خیلی شاید حتی ندونن او دقیقاً چی کار است، چه کار کرده، چه نقشی در سرکوب و کشتار و جنایت داشته. مجید قدوسی بعد از کشتار 67 و بعد از اون تظاهراتی که در تهران شد به خاطر فوتبال، مجید قدوسی شد رئیس استادیوم آزادی، مدتی رئیس استادیوم آزادی بود. در جریان کشتار 67 مجید قدوسی چون مسئولیت اجرای احکام رو داشت، مسئول دار زدن زندانیا بود در زندان اوین، یعنی کسایی که در اوین اعدام شدن، قتل عام شدن، مجید قدوسی اونا رو به دار کشیده و مسئولیت این کار رو داشته، تیمی زیر نظر او کار میکرد و خب مسئولیت مستقیمش با او بوده. حالا من با مجید قدوسی سر این موضوع صحبت کردم، تلفنی صحبت کردم با مجید قدوسی. اگر ایزه بدین پس اون فیلم رو چند دقیقه رو با هم ببینیم، فیلمی که با آقای مجید قدوسی شما صحبت میکنین و خودش از نمونه هایی از این گفتگوها نشون دهنده فرهنگ اونها هم هست. درست. برای نمونه 3 ماه پیش شماره تلفن مجید قدوسی رو پیدا کردم، فکر کردم بهش زنگ بزنم دعوتش کنم بیاد تو دادگاه ایران تریبونال شرکت کنه. الو حاج آقا قدوسی؟ ببینید اسم شما به عنوان کسی که در سال 67 مسئول اعدام در زندان اوین بوده مطرح شده، همچنین به عنوان دادیار و کسی که مسئولیت در شکنجه و کشتار در دهه 60 داشته مطرح شده. حالا این امکان برای شما هست که از خودتون دفاع بکنید. این که حالا چطوری میتونید شما در دادگاه شرکت کنید؟ کجا بودم من؟ ببینید من خودم شما رو در زندان اوین دیدم، خودم شما رو در هنگامی که بله شما خودت من دیدی، شما خودت همه شاکی، خودت دیمون شاکی، چی شده؟ چی شاکی؟ خب عرض میکنم شما در سال 67 مسئول اعدام کردن زندانیان بودید. حالا تو اعدام شدی؟ من نشدم، اما اگر شده بودم که نمیتونستم به عنوان شاکی بیام در دادگاه شرکت کنم. تو میتونم خودم یکی از شاکی هم، تو خودت الان اگه شاکی اگه اعدام شدی تو شاکی باشم، بری شاکی هم.
مثل سیگ هم دروغ میدی. دوست داری دیگه بگی خودت مطرح کنی و معروف بشی بلان بشی و شهر این که از دهن ایما از آن دونم باید شد تو دیگه نمیدرسی خوبه رسیدی دیگه. شنیدی؟ الو الو خب چی بود این آقای مجید قدوسی؟ ملاحظه میکنید در فرهنگ او یا در واقع آموزش حقوقی که او دیده میگه شما به شرطی میتونی شاکی باشی که اعدام شده باشی. حالا چون تو که اعدام نشدی چجوری شاکی هستی؟ میدونید این در این نشون میده ما کشور ما رو در واقع کیا اداره میکنن. و اون کشتار دهه 60 رو که بیشترین بوده چه کسایی سامان دادن؟ مسئولیت حقوقی داره، دادیاره. شما ببینید دادیاره، در کدوم مملکتی دادیار به این بلاحت شما میبینید که بگه تو که حالا اعدام نشدی؟ یا از من سوال کنه آیا تو اعدام شدی؟ ببینید این افراد رو میآورده ازشون مصاحبه میگرفته برای آزادی و میتونسته با نفوذ خودش کسی رو پای جوخه اعدام بفرسته یا حتی از جوخه اعدام برگردونه. میشون مجید قدوسی. بریم سر یکی دیگه از این آدمایی که در این مسائل نقش داشتن، مجتبی حلوایی. مجتبی حلوایی رو چگونه شما شخصیتشو و زندگیشو گذشته و حالا امروز در کجا قرار ده؟ مجتبی حلوایی یکی از جانیانیست که به لاجوردی نزدیک بود در دهه 60. مسئولیت زدن تیرخلاص در جوخای اعدام رو داشت. ابتدا مسئولیت زدن تیرخلاص رو یه فردی به نام جلیل بنده داشت و مجتبی مهراب بیگی. هر دوی اینها در جبهه های جنگ کشته شدند. این دو معاون به نوعی لاجوردی هم بودن یا دستیارش بودن، معاون رسمی نبودن ولی دست چپ و راست لاجوردی بودن، به قول من وزیر دست چپ و راست لاجوردی بودن این دو، ولی در جبهه کشته شدن. تعداد دیگه از پاسدارا، بازجوها، جنایتکاران هم در جبهه ها اون روزها کشته می شدن. این دو کشته شدن. بعد مجتبی حلوایی مسئول تیرخلاص زدن بود در زندان اوین. یواش یواش که جلو عکسش هم میبینید الان اینجا، یواش یواش جلوتر که اومد شد مسئولیت امنیتی زندان اوین، یعنی مسئول امنیت و انتظامات زندان اوین با مجتبی حلوایی هست کرد. نقش مهم میداشت در سرکوب زندانیان، در ضرب و شتم زندانیان. پاسدارا به فرماندهی او میریختن تو سلولا، میزدن، لط و پار میکردن و بسیاری به خاطر ضرباتی که او زد تا آخر عمر دچار ناراحتی های جسمی هستن. مجتبی حلوایی عسکر در جریان کشتار 67 نقش خیلی مهمی تو اوین داشت. چرا؟ چون افراد رو انتخاب میکرد، میشناخت، چون معاون امنیتی بود افراد رو میشناخت، میبرد دادگاه، طبقه بندی میکرد، دست بندی میکرد چه کسانی زودتر برن. یعنی اینه تصورش این بود که ممکنه این پرده فرو بیفته و این داستان کشتار در یه جای متوقف شه، پس به نوعی ترجیح و اولویت رو اینها انتخاب میکرد. حتی بعدا خود مجتبی حلوایی میومد توی سلول ها در اوین و افراد با چشم، چون بعضی رو با اسم نمیشناخت ولی به چهره میشناخت، برای همین دنبال میکرد افراد رو، میدید میگفت تو، میشناخت میگفت تو بیا، و اینها رو میبرد. و خب حتی تقریبا بعد از کشتار 67 هم اومد تعدادی رو باز انتخاب کرد برد و به جوخای اعدام سپردن. نقش خیلی مهمی داشت. بعد از کشتار 67 نمیدونم چه اتفاقی افتاد در اوین که او اوین رو ترک کرد.
هر از چنگایی به اوین می اومد. من دیده بودمش در اوین وقتی که می اومد. من یه بار رفته بودم برای دادیاری، منو برده بودن، دیدم او رو که به اوین اومده بود و خوشو بش میکرد با پاسدارم. بعدن او یواش یواش رفت تو بنیاد 15 خرداد شیخ حسن صانعی، من اونجا مشغول کار شد و بعد یکی از مسئولین چای جهان شد. بعد از کشتار وضعیت مالی خوبی نداشت، یه پاسداری بود، پاسدار معمولی تو زندان بود دیگه. ایشون حتی میومد از خانواده زندانیا که میشناخت، بخصوص تو بازار و اینها، حق حساب میگرفت، به نوعی باج میگرفت و اون هم خب میدادن، نه اینکه رسمی بگه، میومد میگه پول میخوام، قرض بده، یعنی ولی خب باج میگرفت و پول میگرفت توی بازار. من نمونه‌های مشخصش خودم میدونم. اون موقع وضعیت مالی خوبی نداشت، ولی خب بعدن یواش یواش شرکت واردات صادرات زد، الان تو کار واردات نسکافه است، چاییه و وضعیت مالی خوبی داره، شرکت داره و وضعش، یعنی هر بار که کسی چای و نسکافه می نوشه به یه نوعی پولش به جیب، یعنی سودش به جیب این آقای میره که دست در خون داره. بله دست در خون، دست در خون داره. میدونی که در غرب یک حرکتی سالهای به وجود اومد و این بود که بایکات کنن یا خرید نکنن از کسانی که از سازمان‌ها و مؤسساتی که کالاشون در خدمت کشتار و در خدمت جنگ ها قرار گرفته. ولی در ایران به نظر نمیست که هیچ وقت اصلا به این سبب ما حرکت کنیم. خب اگر از مجتبی حلوایی هم بگذریم، برم این سوی قاضی حداد. برید قاضی حداد، خب اون موقع دادیار بود، در سال 67 در اوین دادیار بود، دادیار ناظر زندان بود. خب نقش مهمی داشت، برای اینکه دادیار زندانی ها رو میشناسه، پرونده ها دستشه، بارها برخورد کرده با زندانی ها و از این بابت او نقش داشت در کشتار. معاونی داشت به نام سید مجید زیایی، این دو جفت جدای ناپذیر بودن و همراه هم پرونده زندانی ها رو آماده میکردن برای دادگاه و خودشون در دادگاه حضور پیدا میکردن. قبلش هم بسیار بسیار فعال بود، مدتی برکنار شده بود به دستور آیت الله منتظری. بعد رابطه نزدیکی داشت قاضی حداد با بیت خامنه ای، اصلا تو اطراف خونه خامنه ای یه حلقه ای هست، خامنه ای مثل نگینی اون وسط اگه باشه یه حلقه هست، خونه هایی که هستن اون در واقع به نوعی خمخامه‌ای رو در بر گرفتن به لحاظ امنیتی اجتماعی. ایشون هست یه موقع اداره میکرد بازار کویتی ها رو و لفت لیست اونجا زیاد داشتن، تو کار صادرات واردات بوده همین آقای قاضی حداد. در دورانی که مرتضوی دادستان انقلاب اسلامی مرکز شد و دادستان عمومی تهران شد، او معاونت امنیتش رو به عهده داشت. قبلش رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب بود و به همه پرونده ها او رسیدگی میکرد، نقش مهمی داشت در محکوم کردن مخالفین و منتقدین به زندان. ولی خب بعد که معاونت امنیت رو به عهده گرفت، در جریان سرکوب جنبش 88 هم نقش داشت، در کهریزک نقش داشت چون معاون امنیت بود. یعنی میخوام بگم یه جوری کشتار 67 وصل میشه به سرکوب 88 به وسیله قاضی حداد. فامیلی اصلیش دهنویه، حداد نام مستعاره. بله. خب اگر بخوایم از ایشون هم عبور بکنیم، من میگم برویم سر یک تیکه از فیلم دیگه‌ای که شما دارین اینجا و بخشی از همون فیلم هست و اون چی که در مورد آقای بلندیان هست رو به گفتگو بذاریم. فیلم دوم رو میبینیم. آقای گوناران تشکرم چون من در همه رو اصلای سازمان های بازرسی اومدم اتا ایشون نیومده بودن اینجا. حالی خاصی داره؟ نه از این محمده تا ایشونو با نمیره من بودم. چون تو اجلاس بیشکک بودن ایشون، اجلاس قبلی بیشکک بودن دوستان، شاید فکر کردن شدن به خاطر چون اسمشون به عنوان
یکی از اعضای هیئت تو کتاب آیت الله منتظری در سال 67 اعدامای سال 67 اسم ایشون بود، یکی از اعضای هیئت تو اینجا اومده بوده. شما اصلا شما خب اون موقع معاون امنیتی وزارت کشور بودید، چون در اصل شما 3 دهه توی این مثلا امنیتی بودید و اطلاع دارید. خب حالا شما که اون موقع تو دولت بودید چی اطلاع نداشتید؟ شما معاون آقای محتشمی بودید. اتفاق افتاده بر اساس رأی دادگاه ها بود. بله، دادگاه هم یه جنبه قانونی داره. بله، بنابراین نمیشه ایراد گرفت. حالا شما به عنوان یه مسئول چی؟ به عنوان شهروند چی؟ شما چی؟ شما اونا رو تایید می‌کردید مثلا همون اعدامای سال 67 رو؟ شما قبول می‌کردید. خب حالا فکر نمی‌کنید یه موقع ممکنه مثلا در یک دادگاه مثلا بعدها یه دادگاه بین‌المللی یا ملی بعدا بخواد مجبور بشه به این چیزا پاسخ بده؟ خب بعد بدم چش کنه بعدم پاسخ شما قضا نمیخورید؟ چرا؟ الان دیر نمیشه. نه مرسی. نه 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 متشکرم. مرسی. خواهش میکنم بفرمایید. نه خیر. نه من تو اینجا نیستم. سوئد هستم. خیلی ممنون. شما چی؟ شما از ایران اومدی؟ شما کی؟ خاطر خدا خوشحال بودم این از خیلی ترجیح میدادم از خود آقای پور محمدی این سوال رو بکنم، چون من تو سال یعنی در واقع چون تو سال 67 من ایشون رو خودم دیدم که حتی خیلی از مسئولین نظام هم سعی میکنن فاصله بگیرن و بگم ما نمیدونستیم، ما اطلاع نداشتیم. داری تایید میکنن هنوز بچه مثلا تو ایران هیچ موقع از این سوال نمیشه، مگر این کار مثلا اگه خیلی غلطی بوده چرا ازش دفاع نمیشه؟ یعنی آخرشون هر کاری که تصمیم گرفته با اعتقادش خودشون متولی هم قبولا آره که جمهوری اسلامی مثلا این کار کرده، جمهوری اسلامی اگه کاری هم کرده بر اساس قوانین خوش کردی می قبول داره قوانینشون. همین مادرها قبر بچه هاشون رو نمیدونن که کجاست. شما اگه بچه خودتون نمیدونستی چی؟ واقعا برای هر نظامی خاوران ننگه یا داشتن خاوران ها در سر دنیا خریده خیلی کسا از صدام حسین یا محمد غذافی اینا هم افتران کردن بودن آقا اونا همه مثل موش میگیریم فلا میکنم ولی بعد همه مجموع شدیم جواب بدن در مقابل یعنی انظار بین مولد یا دادگاه های بین مولد میرو سویش میرو الان دنیا با اون موقع فرق کرده. مثلا به قول معروف آفتاب آمد دلیل آفتاب که میگن به راحتی میپذیره دیگه، میگه شما طبق قوانین این کار رو کردیم. حالا یا داستان این است که اون قوانین اون نظام مورد پرسش هست یا مجری قانون، دو حالت که نداریم. حالا رجوع قوانین شما توضیح بدم در کجا دیدین ایشون رو؟ برای بلندیان معاون پور محمدیه که یکی از اعضای هیئت کشتار سال 67 بود. وقتی که ما می‌خواستیم فیلمو با نیما تهیه بکنی، نیما خیلی صحبت کردیم که بالاخره و یکی از اعضای هیئت کشتار ما در خارج از کشور روبرو بشیم، یعنی من روبرو بشم. هرچی فکر کردیم که کی میتونه بیاد خارج از کشور یا ممکنه بیاد، فکر کردیم پور محمدی فقط، چون رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و این امکان بود. مدت ها پور محمدی رو زیر نظر داشتیم، تحرکاتش رو، سفرهاش رو، و متوجه شدیم میخواد بره بیشکک تو قرقیزستان برای همین کنفرانس شرکت بکنه. منتها ما تو چه آخر لحظه متوجه شده بودیم و بیشکک رفتن بهش خیلی سخته، چون پرواز مستقیم نیست، ویزا میخواد و خیلی مسائل دیگه، عملا نمیشد، نتونستیم تو آخرین لحظه. و بعد دوباره او رو دنبال کردیم تا متوجه شدیم میخواد بره ژاپن. این بار دیدیم که میشد، ولی به خاطر سونامی که در ژاپن اومد عملا این اجلاس عقب افتاد، اجلاس آسیا پاسیفیک آمبودزمان ها یا رؤسای سازمان های بازرسی کل کشوری این ناحیه.
در صورت ما با سختی بسیار خودمونو به ژاپن رسوندیم، چون به سادگی که نمیتونید توی اجلاس برید. حالا بماند اینکه ما به چه ترتیبی تونستیم وارد اجلاس بشیم، ولی کن پور محمدی تو آخرین لحظه متوجه شدیم پور محمدی نیومده، برای اینکه به دو دلیل احتمالا، یکیش به خاطر محدودیت هایی بود که اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر بعضی از عناصر رژیم رو نامشون تو لیست بود و سفرشون به خارج از کشور ممنوع بود، یا او فکر میکرد که ممکنه براش مشکلی ایجاد بشه در ژاپن در اون دوران، چون رژیم در تحریم بود، یا به هر دلیل، چون وگرنه در بیشکک خودش رفته بود و در اینجا با اینکه اکثر رؤسا بودن او نیومده بود و معاونش فرستاده بود. و من اتفاقا همین سوالو از بلندیان کردم، بلندیان میشناختم، دبیر شورای امنیت کشور بود در سال 67 و منتها خود پور محمدی نیومده بود. قصد ما برخورد با خود پور محمدی بود و من میخواستم ازش بپرسم حالا چی فکر میکنی؟ به اون فیلم من به بلندیان میگم و بهش هم میگم که برو بهش بگو یه روزی من تو رو دیدمت، من متهم بودم، تو میخواستی راجب جونم تصمیم بگیری، حالا توی اجلاس بین‌المللی میبینمت، فکر نمیکنی بار بعد تو رو یک دادگاه بین‌المللی ببینیم؟ اون وقت چی میگی؟ پاسخت چیه؟ و این فیلم رو هم اون متوجه نبود که در این فیلم میگیریم، دوربین 50-60 متر اونورتر روی میز فیکس شده بود و من همراه خودم میکروفون داشتم. همه تلاش من این بود که مبادا گفتگوی ما همون لحظه اول به تشنج کشیده بشه و اجازه ندن یا او صحبت نکنه. بلندیان این گفتگوی طولانیه یا نسبت به این چیزی که نمایش داده شد، منتها چه خوب تو فیلمه و شما نمیتونید همه درسته یک نشانه است از نگاه یکی از مسئولین نظام جمهوری اسلامی به این کشتاره، در زمانی که نمیدونست داری ازش فیلم گرفته میشه و ازش دفاع میکرد و حتی به نوعی تایید میکرد این کشتارها رو. و من تو اونجا بهش گفتم که اگر بچه خودت بود چه میکرد؟ درسته موقعی که ایستادین در این و حتی به اونجا بهش گفتم که گفت میرفتم دنبالش، گفتم کجا پیش کی؟ یه تصویری که در ذهن مردم هست با تصویر احمدی نژاد و پور محمدی و این چهره هایی که خیلی چهره شدن دیگه، این چهره هایی که یه ذره تمیز کرده هستن و ریش هم ندارن و لباس تزهی بزنن، در هیچ مجموعه بینومرالی به نظر نخواهد بود که این یکی از آدم هاییست که در این مسئله دست داشته و تا چه اندازه دستش در دست این روز. اتفاقا من همونجا یه دیداری با رئیس اجلاس یا مسئول سازمان بازرسی کل کشور ژاپن داشتم و بعد گزارشی رو که مرکز اسناد حقوق بشر تهیه کرده بود و راجع به نقش پور محمدی در این کشتار، من آخر سر وقتی که بهشون دست میدادم بهش گفتم که اتفاقا میخواستم تا اینجا که اومدم این گزارش رو هم بدم خدمت شما، عکس پور محمدی رو دید وحشت کرد. بعدش گفتم خواستم بهتون بگم که ایشون نه تنها نقش در کشتار سال 67 داشته، بلکه ایشون زمانی که مترجمه کتاب سلمان رشدی، مترجم ژاپنیش، در همین توکیو به قتل رسید، اون مسئولیت داشت در وزارت اطلاعات دادن همین قتل و او که من نمیدونم، من ترسیده بود مسئول جا. گفتم نه، برای که شما هم همکار رو هستید، در هر صورت در این اجلاس مجبوری شما در کنار یک همچین جنایتکارانی بنشینید. خب در زمان باقی بوده به چند نفر دیگه اگه بتونیم بپردازیم بود، سید عباس عبدهی. سید عباس عبدهی یه پاسداری بود، نقش در واقع تیر خلاصن بود، محافظ لاجوردی بود، از همون دهه 60 نقش خیلی مهمی داشت در سرکوب ها و تو گروه ضربت بود، همیشه بغل لاجوردی بود، یه اسلحه داشت، یا یوزی دستش بود یا کلت بود. الان اینجا میبینید این نفر اول سمت چپ اسلحه دستشه، نشسته بغل اون لاجوردی جولایی و اون جنایتکاران هم در حسینیه اوین هست این عکس، ولی ایشون سید عباس عبدهی سمت چپ هست میبینید. و تصویر دیگه ای هم داریم که تو آن دارن قضا میخورن باز با همون کلتش نشسته. بله. اگر دوستان نشون بدن خواهیم دید. خب ایشون الان شرایطش، سید عباس عبدهی در جریان کشتار 67 راننده نیری بود، نیری رو میبرد میابرد و اتفاقا بعد از اون هم کارهای تجاری پرداخت، وضعیت مالی بسیار خوبی داره امروز، یه خونه اول مصادره کردن تو ساختمان آیس توی همون پارک بی،
و بعدم تو کار صادرات واردات هست، وضعیت مالی خیلی خوبی داره سید عباس افتهی. برم این سر سید حسین مرتضوی. حالا سید حسین مرتضوی ایشون ابتدا از مسئولین فرهنگی بود در زندان اوین و گوهردشت و خیلی هم ارادت داشت با آیت الله منتظری و در واقع خودشون نماینده های آیت الله منتظری معرفی میکردن و تو واقعا عکسشون الان داری اینجا. بله ببینید ایشون بعدن رقابتی هم داشت در همون بخش آموزشی اوین و گوهردشت با آقای ابتهی. ابتهی بعدن مفسر فیلم شد و اینها و اون هم آخوند بود و مسئول آموزشی زندان بود. بعدن اون رئیس زندان شد، ابتدا رئیس زندان گوهردشت شد و در سرکوب زندانیان شرکت داشت. یادم من اتاق گاز رو مد کرد، در ضرب و شتم زندانی ها شخصا شرکت میکرد و بعد به پاس خدماتش به اوین منتقل شد. مسئولیت زندان اوین رو به عهده گرفت ایشون، همین آقای سید حسین مرتضوی، و در اوین بود. در جریان کشتار 67 رئیس اوین بود و حتی من یادمه بعد از کشتار 67 بچه ها تعریف میکردن او با لباس نه آخوندی پوست پلنگی می اومد، لباس چریکی وارد زندان می شد. همین آقای مرتضوی که اینجا می بینید شال سبز به گردن داره و عکس های موسوی رو داره پخش میکنه در جریان انتخابات 88. من یادم ایشون در زمانی که موسوی به حصر رفته بود در همون ایام بنا به خاطر تولد موسوی یک نامه ای داده بود، اگر اینو سرچ کنید میتونید پیدا کنید، و با شعر شاملو شروع کرده بود و به گونه ای از دار و اینها گفته بود. هر کس نمیدونست فکر میکرد این ایشون یکی از نمیدونست چه روح لطیفی داره و حالا از دار میگه و انسان با اولین درد زاده میشود، کوه با سنگ، انسان با درد. یک کسی که در بزرگترین جنایت تاریخ میهن ما نقش مستقیم داشته، بعد از کشتار گفتم لباس پوست‌پلنگی پوشیده بود، آقای امیررضا رو دیده، واقعا امیررضا گفت ببینم تو هنوز زنده ای، دادگاهی نشدی، با حالت تمسخر. امیررضا هم گفت اون کسی که باید دادگاهی بشه تو و رؤساتی که به زودی اتفاق میفته. این لگدی زد به سمت آقای امیررضا که جا خالی داد از اون بخوره زمین، پاسدارا گرفتنش. یک همچین فردی، البته امروز مدتی در شهرداری بود، سازمان هنری شهرداری بود و بعد تو کار تبلیغات هستش، تبلیغات شهرداری هستش، شهری هستش و خودش هم دوتا مؤسسه داشت و لباس هم تن نمی کنه بعضی موقع ها. در اینجا چون داره تبلیغات میکنه در انتخابات شعار سبز بزرگی به گردن انداخته، خب لباس روحانیت تنشه، بعضی موقع نیست، تو زندان لباس تن نمی کرد. آله بر اسماعیل شوشتری. حالا اسماعیل شوشتری در جریان کشتار 67 ایشون رئیس سازمان زندان ها بود، تازه شده بود رئیس سازمان زندان ها، برای اینکه تا خرداد ماه سال 67 ایشون نماینده مجلس بود و عضو کمیسیون قضایی بود. وقتی در مجلس انتخاب نشد جاش رو با مجید انصاری عوض کرد. مجید انصاری قبلش رئیس سازمان زندان ها بود، خرداد 67 رفت به مجلس، اسماعیل شوشتری آمد به سازمان زندان ها، از موضع رئیس سازمان زندان ها در کشتار 67 شرکت داشت، در هیئت ها آمد و بعد از این کشتار او هم ارتقاء مقام یافت و 16 سال دولت رفسنجانی و دولت محمد خاتمی او وزیر دادگستری بود. وزرای دادگستری در طول سالهای گذشته هر یک بزرگترین نقش رو در جنایات رژیم داشتن. در دولت احمدی نژاد هم بختیاری بود، الهام بود،
که الهام خودش بازجو بود، اسم مستعارش عصابه دست بود، اسم مستعارش نه، اسم اصلیش عصابه دسته و بعد این رو تغییر داده شده الهام، یعنی فامیلیش الهام نیست، غلام حسین الهام وزیر دادگستری بود، بختیاری معاون لاجوردی که نزدیکان لاجوردی که از جانیان دهه 60 وزیر دادگستری بود، در دولت ایشون هم آقای در واقع روحانی هم ملاحظه میکنید که همین آقای پور محمد، آقای پور محمدی است و البته وزیر کارش علی ربیعی عباد نقش مهمی در دهه 60 در جنایت داشته و بیرحمی بوده و میدونید که از ایشون مدتی در آذربایجان غربی، بله همین که داده بود رو جعبه تابوت گذاشته زندانی، زنده رو گذاشته بود زندانی رو گذاشته تابوت کرده بود و استاد شهرستان و بعد اونها در راه در گذشته بودن و او با خنده از این مسئله یاد میکرد. امروز هم چون روحانی میدونه و قبلش هم خاتمی او رو مشاور اجتماعی خودش کرده بود، یعنی نگاه خاتمی به مسائل اجتماعی امنیتی است، از این دلیل چه مشکلات میپرزن و امروز هم وزیر کار تامین اجتماعی، وزیر کار چرا؟ برای که اینا میدونن به خاطر وضعیت اقتصادی نابسامان احتمال شورش های شهری است، احتمال شورش فقراست، کارگراست، زحمتکشاست، این تعیین حدسیه که اینا میزنن، پیشبینیه که اینا میکنن. علی ربیعی وزیر میشه، وزیر کار امورش و کمترین مخالفت رو باهاش تو این مدت شده و از فیلتر مجلس هم رد میشه، هیچ کی بهش نمیگه الف فتنه است. ببینید چه حساسیتی دارن رو وزارت آموزش پرورش، رو وزارت آموزش عالی. چرا؟ چون منافع اون تو جیب یکی از جناحین رژیم میتونه بره، یا حتی وزارت ورزش، چند تا دید جوانان ورزش ولی رو نفت ندارن. چرا ندارن؟ چرا رو نفت ندارن؟ چون در واقع نفت برای همشونه دیگه، نمیگن اهل فتنه است، در صورتی که وزیر نفت پسرخاله میر حسین موسوی است، نماینده میر حسین موسوی است، رئیس یکی از رؤسای ستاد انتخاباتیش بود. یعنی میخوام بگم که خوب میفهمن هم خاتمی هم ایشون، مایه معاونش انصاریه که رئیس سازمان زندان‌ها بود در دهشت، معاون پارلمانیشه، یه معاون دیگه‌اش رئیس نهاد ریاست جمهوریش محمد شریعت مداریه که رئیس در واقع معاون وزیر اطلاعات بود، معاون وزارت اطلاعات در دهه 60 بود، یکی از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و یکی از سرکوبگران و یکی از مسئولان امپراتوری مالی خامنه‌ای. خب ما به پایان برنامه می‌رسیم، میشه در این باره بسیار صحبت کرد، حتی می‌خواستیم به شورای عالی قضایی و دیوان عالی اون کشور در اون زمان دیوانالی کشور نگاه بکنید، ولی زمان دیگه در اختیار نداریم. میشود این برنامه رو بیشتر و بیشتر داشت، میتونن کسانی که علاقمند هستن برن سر نخ رو بگیرن و در گوگل و در وبسایت شما و وبسایت دیگر دوستان بیشتر نگاه کنن و به این مساله برسن. سپاسگزارم از حضورتون جناب ایرج مستاقی عزیز در این برنامه و روشنگریتون. ممنونم از شما، همچنین از تلویزیون اندیشه برای این مجموعه برنامه آشنایی مردم با کشتار دهه 60 و به ویژه 67. سپاسگزارم. بینندگان گرامی به پایان برنامه میرسیم. نمیدونم چقدر میشه آرزو کرد. من بار دیگه در این چند ثانیه باقی مونده از اسفندیار منفردزاده عزیزم یاد میکنم. همیشه میگه کشوری رو میخوام که در اون زندان نباشه، ارتش هم نباشه. در شرایط امروز جهان میدونم که کشور بدون ارتش تقریبا شدنی نیست اسفند عزیز، ولی کشور بدون زندان، کشوری که در اون زندان سیاسی نباشه، میتواند وجود داشته باشد. با امید آن روز، روز روزگارتون خوش.